این روزها شاهد اعدام‌های جدیدی از سوی رژیم حاکم بر ایران هستیم. بسیاری از این اعدام‌ها هموطنان زحمتکش و قیام‌آفرین بلوچ رو هدف قرار داده. ضمن اینکه وجود زنان هموطن در میان اعدام شدگان زنگ‌های هشدار رو به صدا درآورده. همراه هستیم با خانم زهره رستگار، زندانی سیاسی سابق. با سلام خدمت شما خانم رستگار. ابتدا می‌خواستم برامون بگید که رژیم با چه هدفی دست به این اعدام‌های جنایتکارانه می‌زنه و این اعدام‌ها چه کارکردهایی برای خود رژیم داره؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، با هزاران درود و تبریک به کانون‌های شورشی دلیر و بیباک برای تسخیر 210 سایت وزارت خارجه. اعدام یک مجازات ضد انسانیه که فقط حکومت‌های جنایتکار و غیر مردمی از اون استفاده می‌کنن. رژیمی که بر پایه رأی مردم و مردمی باشه هیچ دلیلی برای سرکوب مردم نداره. برای همین رژیم‌های ضد مردمی برای موندگاری خودشون دست به جنایت می‌زنند و این بنیانگذار این روش ضد بشری خمینی بود که برای مقابله با مخالفانش دست به کشتار و اعدام زد. از قتل عام در گنبد و کردستان شروع شد، بعد از اون اعدام‌های سال 60، قتل عام‌های 67 که خمینی برای حزب مخالفانش که اصلی ترین اونها مجاهدین بودند دست زد. این جنایت همچنان ادامه داره توسط خامنه ای. به عنوان مثال شنبه 9 اردیبهشت تا جمعه 15 اردیبهشت رژیم 44 زندانی از جمله 23 هموطن بلوچ رو حلق آویز کرد در زندان‌های مشهد، اردبیل، قزلحصار، یزد، اصفهان. همچنان جنایت میکنه و زندان و شکنجه و اعدام میکنه. ما میبینیم که هر جایی که صدایی بلند میشه، اعتراضی از طرف مردم هست، رژیم اونجاست که دست به جنایت میزنه، اعدام میکنه برای ترسوندن مردم، برای سرکوب بیشتر. و این حربه اعدام برای رژیم همیشه در راستای سرکوب بوده. کار کرده اون هم برای این حاکمیت حزب فیزیکی و تصویر حساب با مخالفینش بوده. بله خانم رستگار، شما از آمار اعدامی‌های رژیم گفتید. روز گذشته هم خبر اعدام آقای حبیب حسیبت رو داشتیم. واکنش های بین المللی نسبت به این اعدام هاش بوده؟ متاسفانه بله، خبر اعدام یه هموطن دو تابعیتی سوئدی ایرانی رو داشتیم که این هم یه روش دیگه ای از جنایت رژیمه که شهروندان دو تابعیتی رو به جرمهای آخوند ساخته به گروگان میگیره. هر از گاهی یکی از اونها رو اعدام میکنه یا تهدید به اعدام میکنه تا پیام خودش رو به کشورهای خارج برای باج‌خواهی برسونه، در ضمن یه پیام داخلی برای مردم داشته باشه که فشار روی اقلیت‌های قومی و فشار روی مردمی که اعتراض می‌کنند. و من یه سری واکنش‌های اعتراضی رو توی این سایت‌ها دیدم که وزیر خارجه سوئد در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام از جانشین سفیر ایران در این کشور رو احضار کردن، وزیر خارجه لیتوانی اعدام غیر انسانی رو قویاً محکوم کرد، وزیر خارجه ایسلند به شدت استفاده از مجازات اعدام رو محکوم کرد و در توییتی نوشته ما از همه کشورها میخواییم که اقدام غیر انسانی کشتن به عنوان یک روش مجازات رو رد بکنن. وزیر خارجه رومانی محکوم کرد، وزیر خارجه استونی نوشته من اعدام رو با قوی ترین رهن ممکن محکوم میکنم.
وزیر خارجه سوئد گفته که اتحادیه اروپا این اعدام رو محکوم کرده، که شورای اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد با شدیدترین لحن ممکن این اعدام رو محکوم میکنیم و در ضمن اعلام همبستگی با سوئد از جمهوری اسلامی خواستن که از تکرار مجازات اعدام خودداری بکنن. و از وزرای خارجه فنلاند، آلمان، دانمارک، نروژ، لیتوانی، استونی در موضوع‌گیری‌های جداگانه ای اعدام این فعال سیاسی دو تابعیتی رو محکوم کردن. بله. خانم رستگار، شما هم از آمار اعدام‌های رژیم گفتید و هم از واکنش‌های بین‌المللی تو رابطه با این موضوع، ولی ما الان می‌بینیم که یه سری جریانات و افرادی که خشونت پرهیزی رو دارن تبلیغ می‌کنن، نقش این جریانات و افراد رو اون هم در مقابل چنین رژیمی که حاکمیتش رو اعدام و سرکوب بنا شده چی هستش؟ به نظر من خشونت پرهیزی یعنی توجیه جنایت رژیم، یعنی به سمت انقلاب و تهاجم نرفتن. یعنی وقتی نبی خشونت میکنن، یعنی یک راه بندانی ایجاد میکنن، مثل کاری که بچه شاه کرد. خشونت پرهیزی به زبان دیگه اگر رژیم اعدام میکنه، دلیلش اینه که شما خشونت میکنید، دلیلش اینه که شما تو خیابون میایید، دلیلش اینه که شما اعتراض میکنید. اگر رژیم دستگیر میکنه، اگر شما تو خیابون نباشین رژیم دستگیر نمیکنه، اگر اعتراض نکنین رژیم دستگیر نمیکنه. نبی خشونت راه حل نیست، یک راه بندانه. مگر رژیمی که تا دندون مسلحه و از هیچ جنایتی برای به اهداف خودش برسه فروگذار نمی کنه، مثلا مسموم کردن دانش آموزان، مگه با دیالوگ و منشور نویسی و سفرهای خارجی و ملاقاتهای بین المللی سرنگون میشه؟ مگه زبانی غیر از نبرد مسلحانه رو میفهمه؟ مگه میشه با رژیم جانی که فقط خون میریزه با اون مصالحه کرد؟ خشونت پرهیزی یعنی سرنگونی پرهیزی، یعنی به سمت سرنگونی نرفتن، یعنی مماشات کردن. یعنی با بخشی از این رژیم میشه دیالوگ کرد. رژیم وقتی از اعتراضات و قیام در داخل به سطوح میاد، دست به دامن همپالگی ها و همزادهای خودش در خارج کشور میفته و از اونها کمک میخواد. اونها هم آگاهانه آب با آسیاب دشمن میریزن. خشونت پرهیزی یک مبارزه نکردنه، یعنی با همین رژیم موندن، یعنی تن به همین رژیم دادن، یعنی از خواسته های به حق و آزادی خواهانه کوتاه اومدن. اما این اواخر دیدیم که رژیم با اعدام های اخیرش نشون داد که منشور نویسی کارایی نداره. حالا سوپاپ های اطمینان رژیم در هر شکل و شمایلی، با تاج و بی تاج، برای موندن این رژیم خاک در چشم مردم بریزن و جلوی قیام رو بخوان سد بکنن. بله، وقتی که اونها هستند، وقتی که اونها دارن فعالیت میکنن، خون بیشتری میدن، بهاشو مردم در کف خیابونها میدن، بهاشو کانونهای شورشی دارن میدن، بهاشو زندانیانی دارن میدن که شکنجه و اعدام میشن. اما مردم ما با کانونهای شورشی جواب این جانیان و حامیانشون رو در کف خیابونها خواهند داد. بله، با درود به این جوانان شورشی. خانم رستگار، به عنوان آخرین سوال، شما هم از حمایت‌ها، یعنی آویزون شدن رژیم در روزهای آخرینش به این بیرون از نظام خودش و از طرفی هم در داخل هم با سرکوب و اعدام اشاره کردید، حالا به نظر شما آیا اعدام تونسته برای رژیم ریسمان نجات باشه؟ رژیم تا به حال کم اعدام نکرده. رژیم از روز اول دست به اعدام زده. اگر راه نجاتی بود حتما میتونست نجات پیدا بکنه، ولی رژیم در عرض 3 ماه 30,000 زندانی سرموزه، یعنی که 99% اونها مجاهدین بودند، اعدام کرد. پس اعدام ها نمیتونه راه نجاتی برای رژیم باشه. اعدام ها نه تنها که مردم رو نمیترسونه،
و دچار رعب و وحشت نمیکنه، بلکه موجی از مخالفت های اونهایی که خانواده هایی که اعدام شدند رو دامن میزنه و به مخالفان رژیم بیشتر اضافه میشه. در همین کشت و کشتار جوانای قیام آفرین دیدیم که خانواده هاشون بلند میشدن و شعار میدادن هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه. پس اعدام، شکنجه راه نجاتی برای رژیم نیست. این رژیم سرنگون میشه و اگر این رژیم یک روز دست از اعدام برداره، اگر این رژیم یک روز از دست از زندان و شکنجه برداره، به یقین روز بعد سرنگون خواهد شد و بیگمان هر اعدام پاسخ آتشین کانونهای شورشی رو در پی خواهد داشت. بله، با تشکر از شما خانم زهره رستگار، زندانی سیاسی سابق، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به سوالات ما پاسخ دادید. ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.